حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه، نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را به شما عزیزان تبریک عرض می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کانال افغان کوکین آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز به شما عزیزان یک دسر بسیار خوشمزه رمضانی درست کردیم که برای همگی بسیار مفاد داره. امیدوارستم برای خوشتان بیایم. همه ما یک جای الحمدلله میگیم به همه ما خوب است. ارگاه سابسکرایب میکنین لطفا زنگولگه کفشارو بدین تا در جریان ویدوهای نو باشین و با دوستانتان شریک بسازین. ویدوهای قبلیست خدمت شما ایزان مثل عکس گذاشتیم و نوت گذاشتیم مواد لازمه را، انشالله که ببینین و آماده بسازین. مواد لازمه: 60 گرام مسکه، یک قاشق چای خوری ایل چای به ما بکار است، 3 دانه تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری نشایسته، 450 گرام پنیر پاشان و 1 دانه مالتی کلان، نیم گیلاس هم بوره. بوره رو شما میتونین کم زیاد کنین مطابق میلتون. ای قیماق است که یک گلاس قیماق با ما بکار است که ما تقریبا 400 گرام میشه. دیگه پرچرب نیست. تمام مواد یک جای میسازیم. البته متوجه باشین که هیچ کدام مواد ما پرچرب نیست، کم چرب است. به من خاطر ما مسکه اضافه کردیم. پوست یک دانه مالتره از مولی تراش از خانه میدیش میکشیم که یک قاشق غذاخوری میشه به ما. ایره رنده کردیم، پوست یک دانه مالته است. البته بسیار زیاد رنده نکنین که سفیده کاش نبه، یک تلخ مزه میشه. صرف امروی کاش امانت رنده کنین، بگیرین تا که خوشمزه شود. تمام مواد یک جای ساختیم و فعلا بلندر میکنیم، یعنی آسیاب برقی میکنیم تا که تمام مواد یک دست شود. خود مالته را چهار کنجه ریزه کردیم، اضافه میکنیم 2 قاشق نشایسته را اضافه میکنیم. در حساب ما کرخمال میگن، در حساب قزاقستان به حساب افغانی نشایسته میشه یا کن فلاور. دیگه آب یک دانه مالته را اضافه میکنیم، مسکه اضافه میکنیم، همین مسکر گرم کردیم اضافه میکنیم. البته بسیار گرم نباشه، درجه اتاق باشه حرارتش. قالب چرب کردیم قبلا، مواد در داخلش اضافه میکنیم، یکمکش نگاه میکنیم. چون قالب ما قدر کلان نیست، شما هر قالب که دارین میتونین پخته کنین، یعنی در قالب کیکام میشه پخته کنین. مدت طبخش به شما ایزان نوت گذاشتیم، درجه 180 باشه، مدت 45 دقیقه. اگر قسمت وسطش اگر قالب کیک پزی پخته میکنین کمک نرم است، خیر است. تا وقتی که سرد میشه قسمت وسطش نرم میشه. بعد از یک سرد میشه کمک دسرت ما میشینه، 1.5 سانتی فرق نمیکنه. مربا جور میکنیم که امروی مربا بخوریم، مربای مالته. دیگه امروی اگر جور میکنیم از پودر اگر استفاده کردیم به جای ژلاتین. پودر اگر از نباتات است، ژلاتین از پوست حیوانات. یک گلاس آب مالته، یک قاشق چای خوری اگر پودر اگر همراه 3 قاشق بوره. دیگه همش یک جای میسازیم. بعد از این کمیش یک جای ساختیم، در سر حرارت میگذاریم. همین که یک بار جوش خورد در سر حرارت برمیداریم میگذاریم کمک سرد شد. قسمی که میبینین مربای ما حال پخته شد، میگذاریم به درجه اتاق باشه. ملتها را به خاطر تزئین کیک برش کردیم، مربام آماده است. دسر خود میگذاریم، بعد از اینکه پخته شد میگذاریم سرد شود. میبینین مربای ما حال
به درجه اتاق است، امرای مربای مالته تزئینش میکنیم. بسیار ساده، شما میتونین که امرای هر مربایی که دارین نوش جان کنین یا تزئین کنین. در مربای مالته 1 سه قاشق آب و 3 قاشق شکر اضافه کردیم، برای 1 دقیقه میگذاریم، همین که جوش آمد حرارت خاموش میکنیم، ایره به خاطر تزئینش استفاده میکنیم. مالتگک رو در داخل مربا میزنیم، بعد از او در دور کیک میچینیم تا یک تزئین زیبا و نازنین داشته باشه. شما ایزان تزئینش به دل خود میتونین، یعنی هر تزئینی که دوست دارین امورا بکنین. ما امیر دوست داشتم. زنک ساده کردیم، خدا کنه خوشتون بیاد. میتونین بسیار مقبول از این سیب بسازین، یا مثلا هر دیزاینی که دوست دارین بسازین، تزیین کنین. دیگه ما همطور ساده تزیین کردیم، خدا کنه خوشتون بیاد. اگه خوشتون آمد لایک، سابسکرایب، شریک ساختن فراموش نکنین. با دوستای نازنینتون شریک بسازین و ازتون تشکری میکنم، از همکاریایتون، از لایکایتون، از کامنتایتون، از زانه که با ما نو پیوندن، اونا رو خوش آمدید میگم. امیدوار است و همکار دائمی ما باشه. از حمایت همه شما عزیزان تشکری میکنم. امیدوار استم که یک رمضان خوش داشته باشین و یک آرامی سر تا سری انشالله. اگر تا ویدیو بعدی شما رو بلای مهربان مسپارم. الله حافظ، نگهدارتون.